وقتی که قیمت بیت کوین از 25 هزار دلار نزول کرد به سمت 16 هزار دلار اینجا آمد یک کف پایین تر ایجاد کرد از کف قبلی خود ولی دامنانس تتر نتانست که سقف قبلی خود بریک بکنه و یک سقف جدید ایجاد بکنه و این یک واگرایی یا یک سیگنال برای ما بود که کف بیت کوین ده همین جه هسته و با تاییدیه هایی که در تایم فریم پایین تر روی بیت کوین ایجاد شد ما میتونستیم بیت کوین را بخریم و از رشد بیت کوین استفاده بکنیم بله امروز میخواهیم که راجع به دامیننس ها صحبت بکنیم و سیر تا پیاز دامیننس ها را با هم دیگه یاد بگیریم پس برو که بریم به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین من الله معصومی هستم و این ویدیو سومین بخش از دوره کریپتو تریدینگ ما هسته که امروز میخواییم با هم یاد بگیریم که دامیننس ها اصلا چی هسته و اینکه چه کاربرد داره و ما چی استفاده هایی از دامیننس ها مکنیم. خب برای اینکه ما بتانم دامیننس ها را به طور ساده مختصر براتون تشریح بکنم مریم روی پاورپوینت ده اونجا یک توضیح مختصر براتون میتم و برمیگردیم روی چارت با هم دیگه اینجا تمرین میکنیم خب یک تعریف ساده از دامیننس ها داشته باشیم که دامیننس اصلا چی هسته خب تعریف ساده ساده شنج بر تان آوردم دامیننس نشان دهنده میزان تسلط آن ارز بر بازار ارزهای دیجیتال است خب شما کل بازار ارز دیجیتال یعنی همه پولی که توی بازار و توی کریپتو وجود داره را اینی کیک ها در نظر بگیریم حالا ما این این کیک ها چیکار میکنیم بوریش میزنیم و بخش های مختلف جدا میکنیم خب مثلا یعنی بخشی از کیک به آقای بیت کوین میرسه که ما میگیم دامیننس بیت کوین یعنی سهمیه بیت کوین از کل بازار ارز دیجیتال مثلا اینی قدر است مثلا میگیم 50 درصد 20 درصد 10 درصد این رقم ما برای همه ارزها داریم مثلا دامیننس تتر تتر که میدانیم دیگه همو یو اس دی دلار هست قیمتش یک دلار هست. این هم دومیننس داره در دا بازار ارز دیجیتال که بسیار بسیار دامینانس مهم هست. مثلا اینی سهمیه میگیم که سهم تتر. همونطور دومیننس مثلا اتریوم در نظر میگیریم. میگیم که از کل بازار ارز دیجیتال قدرش مثلا اینی توتش مال اتریوم هست. پس ما کل بازار ارز دیجیتال رو در نظر میگیریم و برای هر کوین مبلغ یا همون نقدینگیش ما میگیم که دامینانس همو کوین هستن خب بریم جلوتر بیشتر اینا رو براتون توضیح میدم خب این دامینانس ها یک سری اختصار داره که ما در تریدینگ ویو همه اختصار سرچ میکنیم و همو دامینانس برای ما پیدا میشه که دامینانس بیت کوین اختصارش BTC نقطه دی هست یعنی ما در تریدینگ ویو همه کلمه را که سرچ بکنیم دامیننس بیت کوین برای ما پیدا میشه و همونطور دامیننس تتر اگر بخوایم سرچ بکنیم می نویسیم USDT که همون اختصار خود تتر هسته و یک نقطه دی که دیش اضافه بکنیم دامیننس تتر چارتشه برای ما میاره و همونطور همه ارزهای دیگه دامیننس داره که مثلا دامیننس اتریوم اگر بخوایم پیدا بکنیم ETH نقطه دی یعنی هر ارزه همی اختصارش هم می نویسیم. یک نقطه دی که اضافه بکنیم همو دامیننس همو عرض بار ما میاره مثلا شما می که دامیننس بی, بی رو پیدا بکنید بی, ام بی نقطه دی خلاص همو دامیننس بار ما پیدا میکنه پس هر ارزی را که خواستین دامیننس پیدا بکنین، از همی روش استفاده میکنید خب ای از این موضوع و موضوع بعدی که می خواهیم خلاصه براتون توضیح بدم اهمیت دامیننس ها هست ببینید دامیننس ها کاربردهای بسیار خوبی برای ما داره که ان شاء در ادامه دوره یعنی آخر دوره بیشتر روی از اینا کار میکنیم ولی اینجا میخوایم که چند موضوع را خدمتتان بگم یکی اینکه دامیننس های مثلا بیت کوین تتر اتریوم خیلی 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 برای ما ارزش داره و ما از اینا زیاد استفاده میکنیم و همونطور دامیننس کوین های نیتیف هر شبکه مثلا دامیننس بی ام بی برای ما بر روی بعضی ارزها ارزش داره که اینا را در آخر دوره برایتان توضیح می‌دم. که انشالله در ویدیوی بعدی براتون شاخص ها رو توضیح میدم و کامل متوجه قضیه میشین ولی از ویدیو فقط شما باید یاد بگیرین که چی رقم دامیننس ها رو پیدا بکنین و اینکه دامیننس اصلا چی هسته و برگردیم در روی تریدینگ ویو همین رو براتون نشان بدم برای پیدا کردن یک دامیننس ما میتونیم از این قسمت جستجو استفاده بکنیم مثلا اینجا ما بیت کوین داریم یعنی یو اس پاک بکنیم یک نقطه دیگه اضافه بکنیم میبینیم که در این قسمت گفتم مارکت کپ بیت کوین دامیننس این که رویش کلیک بکنیم دامیننس بیت کوین رو برای ما پیدا میکنه خب حال ما میخوایم که مثلا دامیننس بی ام بی رو پیدا بکنیم هر ارزی که خواستین دامیننس پیدا بکنین اینو می قسمت نام ارز نقطه دیرش بزنین خلاص دامیننس چه پیدا میکنیم خب دامیننس ها چه کاربرد هایی برای ما داره خب یعنی دامیننس بیت کوین هست ببینید دامیننس اینج رنج بوده وقتی که سقف همین رنج شکسته پول بک و به سمت بالا حرکت کرده پس ما گفتیم که دامیننس نشان دهنده قدرت یک ارز در بازار هست این اشتباه نکنین نیرا این موضوع را خیلی خیلی ما در آینده روش کار میکنیم و بیشتر متوجه میشین ولی الان نگاه کنین این قسمت درصدی نوشته کردم این 52 اشاریه 56 یعنی 52 درصد از پولی که داخل ارزهای دیجیتال وجود داره در اختیار بیت کوین است خب وقتی که دامیننس بیت کوین سعودی میشه این معنی را داره که پول وارد بیت کوین میشه یا از کوین های دیگه میاد که اینا رو ما همه سناریوهاش دوره با هم دیگه بررسی میکنیم مثلا ما شاخص ها هنوز یاد نگرفتیم شاخص ها رو وقتی یاد بگیریم می از قسمت همه رو با همینج کامپایر میکنیم و می این با هم دیگر تحلیل میکنیم پس این موضوع شما را گیج نکنه که ما انشالله کامل ریاد میگیریم ولی در اینجا فقط این براتون توضیح بدم که وقتی که دامینن سعودی هسته یعنی اینکه قدرت بیت کوین داره در برابر مثلا آلت کوین ها اتریوم و هر ارز دیگه داره بیشتر میشه یعنی تسلط بیت کوین داره زیادتر میشه وقتی هم که این رقم نزولی هستن یعنی اینکه بیت کوین داره تسلط خود قدرت خود از دست میده یا داره پول از بیت کوین خارج میشه یا اینکه تبدیل به آلت کوین میشه ما در آلت پارتی ها و در دا ها داریم که دامیننس بیت کوین نزولی هسته ولی چارت بیت کوین کاملا رنج هسته این در پارتی ها اتفاق میفته که راجع به آلت پارتی و آلت سیزن هم ویدیوی جداگانه میسازیم براتون که کامل برتان توضیح میتم و همونطور دامینانس تتر هم با همدیگر بررسی بکنیم ببینین یعنی دامینانس تتر هسته که یک روند کلی سعودی داره ای به این معنا نیست که کل ارزهای دیجیتال مثلا روندش همیشه نزولی هسته نه این قدرت دامیننس تتر هستند یعنی سهمیه بازار تتر از کل ارزهای دیجیتال در حال حاضر 6 درصد است اگر شاخص توتال نگاه بکنیم 1.4 تریلیون دلار پول داخل ارزهای دیجیتال وجود داره که از این 1.4 تریلیون دلار 6 درصد در اختیار تتر هست این به این ای معنا هست ما میتونیم از چارت دامیننس ها مثل هر چارت دیگه ای برای تحلیل استفاده بکنیم مثلا نقاط های مهم مشخص بکنیم که اینی زون یک زون حمایت مقاومتی هسته یا اینی رقم خط روند مشخص بکنیم یا مثلا بیم سقف و کف ها رو مشخص بکنیم هر چیزی را که ما در پرایس یاد گرفتیم میتانیم از او در روی چارت دامیننس ها استفاده بکنیم مثال اگر بخوایم همینجا را بررسی بکنیم ببینین دامیننس تتر دارم میرسه به یک نقطه مهم اگر بیم یک کامپیر بکنیم مثلا چارت بیت کوین هم بیاریم چارت بیت کوین اینجا اضافه میکنیم از این قسمت میایم از تنظیمات این لاین تبدیل به کندل میکنیم که این کندلی شه برای ما خب این پایینی چارت بیت کوین هست همون رقمی که میبینیم بیت کوین داره در یک ناحیه مهم میرسه اگر ما بیم روی همه مثلا اینجا یک زونی رو مشخص بکنیم بیت کوین داره در دا اینی زون میرسه که تقریبا 43000 دلار 44000 دلار یک زون مهم داره ولی تتر هم داره به یک ناحیه حمایت مقاومتی میرسه پس این برای ما یک زنگ خطر است که هر کسی که مثلا بیت کوین روی این قسمت‌ها این قسمت‌ها هر جای خریده این متوجه از میشه که چارت تتر داره به یک نقطه مهم میرسه از این طرف چارت بیت کوین هم داره به دا یک نقطه مهم میرسه پس این میتونه یک زنگ خطر نه اینکه حتما حتما وقتی که دامیننس تتر دا اینجا رسید ما بریم کل ارزهای خود بفروشیم نه این گپ نیست ممکنه که از این ناحیه رد شه به سمت پایین حرکت بکنه و بیت کوین هم از این ناحیه رد شه ولی ما در این ناحیه ها ماریم چارت زیر نظر میگیریم مثلا وقت خود بیشتر با چارت میگذرانیم که اگر یک زمانی سیگنالی پترنی الگویی یا مثلا ستاب دیدیم میتونیم وارد بازار شویم با پشتبانی ازی که مثلا دامیننس تتر هم ما آنالیز کردیم پس یکی از استفاده هایش هسته و همونطوری که گفتم ما میتونیم از واگرایی ها هم استفاده بکنیم که این موضوعات در آخر دوره کامل با همدیگه صحبت میکنیم و همونطور یک موضوع دیگر که ما زیادش استفاده میکنیم میم از دامیننس ارزهای نیتیو استفاده میکنیم که مثلا ما میخوام چین لینک بخرم که همین چین لینک که براتون معرفی کردم ویدیوشو گذاشتم که الان تقریبا 200 درصد در سود هسته ما اگر بخوایم چین لینک بخریم میم چیکار میکنیم چین لینک با دامیننس اتریوم مقایسه میکنیم دامیننس اتریوم اینجا ما در یک ناحیه مهم رسید و اینجا آمد یک چنج هفتگی ایجاد کرد خب ما اگر به از این قسمت چارت چین لینک هم در این قسمت اضافه بکنیم و ای را هم تندلی بکنیم که برای ما خوب مشخص باشه ببینید ما تحلیل چین لینک براتون گذاشتیم کامل معرفی پروژه چین لینک اگر نایدین در کانال موجود است حتما ببینید ما گفتیم که این نواحی یک ناحیه مهم هسته و گفتیم که اینجا میتونه یک ناحیه خرید باشه که اینجا یک رنج ایجاد کرده بود میتونست که برای استاپ هانت به پایین و اینجا یک حمایت محکم بود که میتونست قیمت به سمت بالا پرتاب بکنه وقتی که قیمت آمد در اینجا در این ناحیه رسید ما اگر می آمدیم دامیننس اتریوم هم بررسی میکردیم میدیدیم که دامیننس اتریوم اینجا یک روند سعودی داشتد این نقطه ما یک کفی داشتیم که سقف قبلی خود پاک کرده بود یعنی بیوس کرده بود و از اینجا روند آمده بود چنج کرده بود یعنی روند دامنانز تریوم نزولی شده و از اینجا برگشته بود به نقطه پی ای ما ای چیزایی هسته که ما در دوره پراکشن یاد گرفتیم در نقطه گرانفروشی ما رسیده و ما میتونستیم اینجا بریم چیکار بکنیم بریم زیر نظر بگیریم چارت خوده و وقتی که در یک روی همین مقاومت رسیده و اینجا آمده مثلا این کف از زد ولی سری برگشته در ادامه در تاییدیه ایش میتونستیم در تایم های پایین تر هم تاییدیه بگیریم و چین بخریم و به سمت بالا حرکت بکنیم یه همین پمپ چین تقریبا در حال حاضر 200 درصد در سود هسته تا 250 درصد هم رفته بود که اینجا یک سقف مقاومتی داشتیم که ما میتونستیم این سقف یعنی این زون به عنوان تارگت در نظر بگیریم ببینید خیلی راحت و ساده ما میتونستیم که اینجا یک ترید داشته باشیم شاید براتون سوال باشه که چرا وقتی که چارت دامیننس اتریوم نزولی شده تو اومدی چین لینک خریدی مگر نمیگیم که وقتی دامیننس نزولی شوه باید که بازار بیریزه. نه ما یک رویشی داریم که بیشتر روی بیت کوین ما این کارو میکنیم ولی روی آلت کوین ها هم این انجام میدیم برای این رویش دامیننس اتریوم خیلی خیلی, خیلی کاربردی هست دامیننس بیت کوین خیلی خیلی, خیلی کاربردی هست و همونطور یک رویش دیگه هم داریم که برای کوین های نیتیو استفاده میکنیم مثلا اگر همین پامپ پنکیک سواب با دیده باشین بذارید امیر یک مثال با هم دیگه کار بکنیم مثلا ما میخوایم پنکیک سواب بخریم خب اینجا به چارت کیک واز بکنیم خب این چارتت کیک هستم اینجا هم بیم چی کنیم دامیننس بی ام بی رو باز بکنیم چون که پنکیک سواب روی شبکه بایننس مارچین هسته خب اینجا میزنیم بی ام بی نقطه دی دامیننس بی ام بی رو هم اینجا باز میکنیم بیرم دوباره از قسمت من... خب اگر دامیننس بی ام بی رو نگاه بکنیم ما در این قسمت یک نقطه حمایتی مقاومتی داشتیم که نقطه بسیار بسیار خوبی بود خب تا اینجا را داشته باشیم که دامیننس بی, بی یک نقطه حمایتی را از دست داده و به زیرش نفوذ کرده و اینجا یک پول هم زده خب حالا مریم روی چارت چی پنکک سواب پنکک سواب یک پروژه هسته که روی بایننس سمارت چین هسته خب اینی کندل کندل هسته که بی ام بی یک نقطه حمایتی را از دست داد و در دا زیر همه زون کلوز داد و اینجا می‌بینین که در همون نقطه ما یک کندل پرحجم خیلی خیلی خوب داشتیم که در تایم های پایین اینجا یک تعدیه هم داره و کندل های بعدی رو میبینیم که چی روشتی میکنه چارت پانکت سواب از همین نقطه تا این نقطه رو تقریبا نزدیک به 160 درصد رشد کرده که این روش هست که ما میم پروژه های را پیدا میکنیم که رشد‌های خوبی را قراره که در روزها و در هفته های آتی انجام بده و اونا را زیر نظر میگیریم و در تایم های پایین تاییدیه میگیریم و واردش میشیم و سودهای خوبی را از او چارت ها میگیریم ببینیم که چارت پنکک سواب رفته در یک نقطه مهم رسیده و همونطور دامیننس بی ام بی هم به یک نقطه مهم رسیده پس ما اگر در اون نقطه خریده باشیم میتونیم بگیم که مثلا اینی نقطه ها اگر دامیننس بی ام بی آمد از اینجا به سمت بالا حرکت کرد میتونیم مثلا یک سیوی سودی یک تصفیه ای اینجا داشته باشیم پس این روش هایی هست که ما از دامیننس ها استفاده میکنیم که دامیننس توکن نیتیو یک چین ما مد نظر میگیریم شاید براتون گیج کننده باشه ولی در آخر دوره برای همین موضوع حتما حتما یک ویدیو جداگانه میسازیم چطوری ما از دامیننس توکن های نیتیف استفاده میکنیم و ارزهایی که آماده پامپ شدن هست را پیدا میکنیم و از او سودهای بسیار بسیار خوبی را موبریم. خب از زان امیدوار هستم که از ویدیو استفاده کرده باشین اگر ویدیو رو دوست داشتین ویدیو رو لایک بکنین و کانال ما را هم با دوستانتان معرفی بکنین که هم از ما حمایت کرده باشین همین که او دوستایتان از این ویدیوها و از این موضوعات استفاده کرده باشن با تشکر که تای لحظه همراه ما بودین تا قسمت بعدی خدا نگهدار